قلبم برای شهروندان کشور شما بسیار شکسته و باور این موضوع سخته که یک کشور علیه مردم خودش بلند میشه. این کاملا غیر قابل قبول و ظالمانه است. وقتی زنان و کودکانی که هیچ اشتباهی مرتکب نشدن باهاشون اینطور برخورد بشه، کل جامعه بین‌المللی باید رژیم جمهوری اسلامی رو به خاطر کشتن شهروندانش محکوم کنه. ما با زنان، کودکان و تمام افرادی که خواهان یک حکومتی دموکراتیک ایدئال هستن همبستگی میکنیم. من خواهان حکومتی هستم که به حقوق اونها احترام بذاره و به اونها اجازه بده در مورد اینکه چطور میخوان زندگی کنن، چی بپوشن، کجا برن و چه چیزی انتخاب کنن خودشون تصمیم بگیرن. این چیزها حقوق اولیه انسانی هستند که هر شهروندی در جهان باید از اونها برخوردار باشه. Those things are basic human rights that every citizen of the world should be entitled to. بیش از 8 هفته از اعتراضات سراسری و خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی سپری شده و دولت فدرال استرالیا به جز محکومیت تا به الان واکنش و اقدام عملی را علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با رفتار خشونت‌آمیز با معترضان در ایران انجام نداده. به نظر شما به عنوان رهبر حزب سبزها در مجلس سنای استرالیا، دولت فدرال به رهبری آقای آنتونی آلبانیزی چه اقدامات عملی رو میتونه برای حمایت از مردم ایران در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی انجام بده؟ دولت استرالیا باید خیلی بیشتر از اونچه که داره انجام میده عکس‌العمل نشون بده. ما از سخنان حدود 1 ماه پیش وزیر امور خارجمون در محکوم کردن اقدامات رژیم استقبال میکنیم، اما این کافی نیست. بسیاری از کشورهای دیگه در سراسر جهان مثل بریتانیا، کانادا، اتحادیه اروپا گام‌های ملموس‌تری برمی‌دارن و تحریم‌های تجاری و ممنوعیت سفر رو وضع می‌کنن. دولت استرالیا هم باید همین کار رو بکنه. ما همچنین باید مطمئن بشیم که دولت استرالیا صدای خودش رو به درخواست‌ها برای حذف رژیم جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اضافه می‌کنه. واضحه که این کمیسیون مکان مناسبی برای این رژیم نیست. اونها از وضعیت زنان به وضوح سوء استفاده می‌کنن و نباید در اون نهاد بین‌المللی باشن که در مورد حقوق زنان و دختران تصمیم می‌گیره. ما باید با سفیر جمهوری اسلامی تماس جدی داشته باشیم. ما باید قوی‌ترین اقدام ممکن رو برای رسوندن این پیام انجام بدیم و بگیم که این رفتار قابل قبول نیست و استرالیا آزار شهروندان ایرانی توسط حکومتشون رو تحمل نخواهد کرد. یک سیاستمدار زن و رهبر حزب سبزها در مجلس سنای استرالیا، پیامتون به زنان، دختران و معترضان ایرانی در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی چیست؟ خب پیام من اینه که ما در کنار شما هستیم. زن، زندگی، آزادی. ما برای حقوق اولیه شما در کنارتون هستیم و شجاعت و شهامتی رو که در اعتراض به حقوق اساسیتون در خیابان‌ها نشان دادید ارج می‌نهیم و تحسین می‌کنیم. در همبستگی و همدردی و حمایت از شما به خاطر وضعیت هولناکی که حکومتتون شما رو در اون قرار داده و به مانند بسیاری از ایرانیان، امیدواریم که به زودی یک دولت منتخب دموکراتیک داشته باشید که به حقوق شما احترام بذاره. پس لطفاً بدونید که بقیه دنیا با شماست و شما رو می‌بینیم. شما لایق این همه حمایت هستید و مطمئناً لایق دسترسی به رسانه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم‌های رسانه‌ای هستید که دولتتون تلاش می‌کنه شما را از اونها محروم کنه. ما هرگز شما را فراموش نخواهیم کرد و در کنار شما و مبارزه‌تون برای آزادی ایستادیم.